أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء. خیمه ها می سوزد و شمع شب تارم شده است، اندر این بیماریم آتش پرستارم شده است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. محضر علمای ربانی، خواهران و برادران ایمانی، عرض سلام و تعزیت دارم. اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین علیهم افضل الصلوات و التحیات. در زبان انگلیسی و شاید دانمارکی الهلتمن الالقاده که توی فارسی هم اومده، کلمه الکل رو بسیاری فکر میکنن منظور همون مشروب هست، چون توی انگلیسی مرسوم هست که مثلا ما میگیم فلانی مثلا الکل خورده، میگن انصراف داره به اینکه مشروب خورده. اما واقعیت امن است که از نظر فقهی الکل و یا به تعبیر علمیش اتانول غیر از مشروب هست، گرچه مشروبات الکلی به خاطر این میگن مشروبات الکلی، دور از شأن شما خمر، شراب و یا آبجو به خاطر اینکه الکل داره، ولی الکل داشتن غیر از الکل بودن است. به خاطر همین یک سوال رایجی که میکنن و نوشتن به من دادن، سوال کردن که آقا ما میریم مثلا بیمارستان جایی که میخوان خون ازمون بگیرن، قبلش خون گرفتن یا بعد از خون گرفتن با یه پنبه‌ای میزنن توی الکل و این پوست رو تمیز میکنن، ضد عفونی میکنن تا بتونن سوزن بزنن خون بگیرن. آیا این در نجس میشه یا بالاخره آمپول چه رگی توی ورید چه بزنن یا عضلانی هر به هر شکلی آیا نجس میشه؟ این الکل قطعا نجس نیست، هیچ مرجعی هم نگفتن نجسه. اصطلاحی که مراجع ما میکنن میگن این الکل صنعتی هست، یعنی در امور صنعتی ازش استفاده میشه، بعد امور پزشکی نمیدونم امثال این حرفا، و سمی هم هست، قابل خوردن هم نیست. مشابه همین هم الکلی که در کرم ها هست، در لوشن، لوسی، نمیدونم فارسیشو چی میگید، اینا که خانوما میدونن من چی میگم، اینا برای شما نیست، نمیدونم وسایل آرایشی یا اینها استفاده میکنن، توی محتویاتش نوشته الکل، این الکل غیر از خمر و شراب هست و لذا اون مواد آرایشی امثال این حرفا رو استفاده کردنش باعث نجاست پوست و صورت و امثال این حرفا نمیشه. صلوات خلق بفرمایید. آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. شام غریبان کربلاست و میدونم شما هم مثل من خسته هستید، یا شما هم سن بنید مثل من خسته هستید، یا جوانتر از من هستید بیشتر فعالیت کردید بازم خسته هستید، یا مسنتر از بنده هستید دارید میگید حاجی امشب زود جمعش بکن تموم کن بریم. و خدا رو شکر الحمدلله 10 شب خدا به ما تا حالا توفیق داده که در عزاخانه امام حسین علیه السلام عزاداری بکنیم در این بیت الله. 2 شب دیگه هم ما خدمت شما هستیم، برنامه تا جمعه شب ادامه داره. امشب هم من قول میدم انشاءالله کوتاه‌تر از شب‌های دیگه خدمت شما عرایض رو تقدیم بکنم و بریم کربلا انشاءالله زود. بحث دیشب ما ناتمام بود، اجازه بدید بخشی از بحث دیشب رو تمام بکنم که تمام هم نمیشه البته، ولی حالا مقدارش که برای امسال میشه عرض کرد خدمت شما تمام بکنم، بقیهش رو هم میذاریم شمارهای 2 و 3 و بعدیشو اگر عمری بود و زنده بودیم و خدمت شما بودیم سنوات آینده. دیشب خدمت شما عرض کردم امام حسین علیه السلام به تصریح فرمایشات خودشون هدف عالی خودشون رو از قیام این نبود که امر به معروف و نهی از منکر بشه، این نبود که مبارزه با ظالم بشه، اینا هدف بود، اما هدف قایی و عالی امام حسین رسیدن به لقاء الله بود به نص فرمایش خودشون. مثال هایی رم زدیم از عبادات مختلف مثل نماز، روزه، زکات، جهاد و امثال اینها که دیدیم عالی ترین هدف عبادات هم رسیدن و وصول به لقاء الله هست. این که گفتن مثلا زکات برای این است که حالا یا جنبه اجتماعی داره فقر زدایی در جامعه بشه یا جنبه خودسازی داره، همه اینها درسته، اما اینا فواید زکات هست نه هدف از زکات. هدف قایی و عالی از زکات و عبادات دیگر وصول به لقاء الله هست. اینا تا اینجا رو انشاءالله صحبت کردیم خاطرتون هست. اونی که میخوام امشب عرض بکنم اینه که لقاء الله کجا قراره حاصل بشه، ما کجا قراره که با خدا ملاقات بکنیم. اومد ابو بصیر خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا بعضی از مسلمان ها، و این یکی از اعتقادات محکم و مسلم اهل سنت و جماعت هست، بعضی از مسلمان ها میگن که ما خدا رو در این دنیا نمیتونیم از نظر جسمی ببینیم به خاطر اینکه در سوره اعراف خداوند به حضرت موسی فرمود لن ترانی یا موسی، این لن به تفسیر اونها یعنی که در این دنیا هیچ وقت منو نمی‌بینی، زحمت نکش. اما در اون دنیا بخاری در صحیحش نقل کرده که پیغمبر فرموده باشن که ما معتقد نیستیم، فرموده باشن همینطور که شما ماه شب 14 رو به این وضوع در آسمان می‌بینید، نشون دادن حضرت ماه رو و فرموده باشن که در قیامت هم شما خدا رو به همین واضحی می‌بینید. حالا بعد یه تفاصیل دیگه هم دادن و مثلا گفتن و بعضی از علماشون هم ائمه مثل امام احمد ابن حنبل هم مدعی میشه میگه من چند بار خدا رو در خواب دیدم و توصیفی هم میکنن که خدا مثلا شبیه نوجوان دیدم و امثال این حرفا، و یکی از اعتقادات محکم و مسلم هست در بین اهل سنت. من خاطرم هست چند سال پیشا در جای یک دوره بحث عقاید داشتیم، وقتی که به این بحث رؤیت خداوند و اوصاف خداوند یکیش به این بحث بود رسیدیم، یه چند نفر در کلاس که از اهل سنت بودن وسط کلاس بلند شدن رفتن، گفتن کسی که منکر رؤیت خدا در قیامت باشه این عقایدش مشکل داره، به این شدت حتی گفتن، به ما گفتن ما جزء اعتقاداتمون هست. برخلاف این عقیده ما دقیقاً معتقدیم بنابر این که الحمدلله در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت آموزه های دینمون رو یاد گرفتیم، اهل بیت شدیداً با این مخالفت کردن، با این اندیشه. و لذا وقتی ابو بصیر، این مقدمه رو گفتم که حدیث رو توضیح بدم، وقتی ابو بصیر از حضرت سوال میکنه که آقا بسیار از مسلمان ها هستن اینجا که میگن خدا رو در اون دنیا میبینیم، این صحت داره؟ امام صادق علیه السلام فرمودن چرا توی اون دنیا، تو همین دنیا هم خدا رو میبینیم، بلکه قبل از این دنیا هم خدا رو میبینیم. ابو بصیر عرض میکنه که آقا این حدیث رو اجازه میدید برای بقیه هم بگم؟ حضرت فرمود نه، برای هر کسی نگو، بذار توضیحش رو بهت بدم که سوء تفاهم پیش نیاد. این که خدا رو در اون دنیا ببینیم یا در این دنیا و یا در عالم زر، منظور دیدن جسمی نیست،
اگر بخوای جسمی رو با چشم جسمی ببینی، اون جسم هم اون هم باید جسم باشه. حاشا لله که خداوند جسمانی باشه. این چشم شما فقط اشیای جسمانی رو میبینه. اگر کسی معتقد به این بشه که خدا رو با چشمش دیده، یعنی خدا رو علیاذ بالله مخلوق کرده و جسمانی کرده. ولذا نه در اون دنیا خدا رو جسمانی میتونید ببینید همونطور که ماه رو میبینید، نه در این دنیا میتونید جسمانی ببینید و نه قبل از این دنیا. اما اگر منظور شهود باطنی ایمانی امثال اینها هست، هم در عالم زر وقتی که خداوند فرمود الستو بربکم و گفتید بلا خدا رو شهود کردید، هم در عالم دنیا برای برخی از اولیاء خدا این شهود حاصل میشه و لذا در نمازش خم ابروی او بر یاد میاد، به ایاک نعبد و ایاک نستعین میرسه. در عالم آخرت هم جنت اللقا روزیشون میشه. پس این تعریف باید کرد، منظور از لقاء الله قطعا دیدن حسی و جسمی حداقل در مکتب اهل بیت نیست و از نظر عقلی هم این مسئله مسلم است. آیات قرآن هم اگر متشابه بود باید با آیات محکم تفسیر بشه، روایات ما هم روشنه. متاسفانه دانشمندان اهل سنت میگن به خاطر اینکه روایات در این مورد تصریح کرده، ما آیات رو بر اساس روایات تفسیر میکنیم، ولذا همطور که عرض کردم در قیامت معتقدن خدا علیاذ بالله دیده میشه. در مکتب اهل بیت دیدن خدا در دنیا ما بارزترین مثال و مصداق شاید بشه بگیم همونی هست که امیرالمومنین به ذئلب گفتن در یک حدیث. در حدیث مشابهش هم به یه یهودی که اومد سوال کرد، یک حاخام یهودی اومد سوال کرد، فرمودن از حضرت امیر پرسیدن که آقا شما خدا را دیدین تا به حال؟ حضرت فرمودن لم اکن اعبد ربن لم ارا، من هیچ وقت خدایی را که ندیده باشم نمی‌پرستم. طرف تعجب میکنه میگه خدا را چجوری دیدین؟ حضرت میفهمه خدا را با چشم ندیدم، خدا را به حقایق الایمان دیدم. در یه حدیث مشابهی امام باقر علیه السلام میفهمه خداوند به هر بندهی پتانسیل توانایی بالقوه دو تا چشم سر داده و دو تا چشم سر داده، دو تا گوش سر داده، دو تا گوش سر داده. چشم سر را اگر باش کار نکنی از کار میفته، همطور که دستمون رو مدتی خدا نکرده شکسته باشه، گچ گرفته باشن، پامون رو گچ گرفته باشن، دیدید بعد دکتر میگه پات خوب شده میتونی راه بری، اما نمیتونی راه بری چون باش کار نکردی، این مایچه ها خوش شده. چشم و گوش سر هم همینطوره، حواس باطنی ما هم همینطوره، چون باش کار نکردیم از دستش دادیم، یعنی اون قوه رو لااقل به فعلیت نرسوندیم. اولیاء الله اونهایی هستن که اون اعضای باطنیشون رو از قوه به فعل رسوندن و لذا مثل امیرالمومنین فهمودن که ما به اون شهود باطنی رسیدیم. یک معنای حالا این، پس در این دنیا شهود باطنی خداوند امکان داره و نه تنها امکان داره، به وقوع هم پیوسته برای اولیاء خدا که این تجربه رو کردن. همه حرف عرفا هم همین هست، میگن آقا جان توی این وادی عرفان با کتاب فسوس و تمهید و نمیدونم مصباح و اینا خوندن و شنیدن و حفظ کردن و بالا منبر و پایین منبر حرف زدن اینجوری حل نمیشه مسئله. عرفان رو اگه میخوای بفهمی، اگه میخوای شهود خدا رو بفهمی، باید بری بچشی. شما 10 سال هم هی در تحقیق بکنید در مورد عسل، ولی هیچ وقت عسل رو نچشیده باشید هیچ وقت نمیدونید واقعا عسل چیه، باید رفت چشید. ولذا دکترهای متخصص زنان و زایمان اگر مرد باشن هیچ وقت در عمرشون نخواهند درد زایمان رو بفهمن، ولی متخصص زنان و زایمان هم هست. چرا؟ چون تجربه نکرده. و تا تجربه نکرده باشی نمیفهمی خانومه چه کشیده بین مرگ و زندگی تا اون بچه به دنیا اومده. این هم حرفشون همین هست. ولذا امثال رومی میگن که من گنگ خواب دیده و مردم تمام کرد، من عاجز از گفتن و مردم از شنیدنش. حکایت اونها اهل دل اولیاء الله با امثال بنده اینه که میگن آقا جان ما یه خوابی دیدیم میخوایم تعریف بکنیم، زبون نداریم، چون معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. تو هم بیچاره گوش نداری که بشنوی، مشکل دو طرفه است.
نه من زبونشه دارم که بگم، چون معانی اون طرف رو نمیشه. مجبورن به عنوان نهر و هورالعین و نمیدونم این تعبیرات که ما باش آشنا هستیم و نمیدونم نیشه اون باز میشه تا میشنویم بشنویم که کمی خوشمون بیاد. اما حقیقتش چیه؟ به قول ما اسپانیا میگیم حلوای تنتنانیه. نمیدونم دیگران هم میگن یا نمیگن. تا نخوری ندانی. آقا هورالعین چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن همسر مؤمنه، زن مؤمنه هورالعینه. اما واقعیتش هم باید بریم اون بر ببینی چیه. آخه این چه رودخونه یه رودخونه شیر و عسل دیگه، رودخونه شیر که آبش هم شیرش هم فاسد نمیشه. بله باید بری بفهمی. یه سری چیزا هست که تجربی هست. عرض کردم خدمت شما به بعضی از این افراد تازه مسلمان، من بهشون میگم، همین دیشب به یه موردی به یه جوانی اومده بود بهش میگفتم، گفتم تا 6 ماه نماز نخونی اون شیرینی نمازت نمیتونی بچشی. معمولا حالا یه وقتی کسی هم یک شبه راه 100 ساله میره با، ولی معمولا یه عملی رو، حالا مثال قشنگی نیست بزنم، حالا به ذهنم اومد، من اینو از الحمدلله وقت تلویزیون دیدن ندارم، اما کسایی که فیلم میبینن سریال هم میبینن معمولا این فیدبک رو ازشون شنیدم. حالا شما اگه اهل سریالای خوب و سالم ایران دیدن هستید شاید اینم تجربه کرده باشین، میگن قسمت‌های اول دومش خیلی نمیگیره تمون، اما یه چند جلسه که پاش میشینیم میبینیم دیگه معتادش میشیم. این در همه جا سازگاری نسبتاً داره. روح انسان یه حالتی داره که بعد از یه مدتی سنخیت پیدا میکنه، اعتیاد پیدا میکنه، انس میگیره. انسانهایی که اولین بار همدیگه رو میبینن معمولاً اولین بار خیلی میدونن یه مقداری با هم محجوب هستن، اما بعد از یه مدتی که با هم هستن کم کم دیگه سنخیت بینشون به وجود میاد و علت انضمام هم به قول فلاسفه همین سنخیت هست. عروس و دومات هم اولش عروس دختر یه کمی مثلا نسبت به شوهرش حجب و حیا میکنه، بعد کم کم انس که با هم گرفتن راحت تر با هم زندگی میکنه. این خاصیتی هست که خداوند در نفس بشری قرار داده. در مسائل معنوی هم همینطور هست. پس لقاء خدا در این دنیا حاصل میشه به یک معنای شهود باطنی، بالاتر از اینم هست، حالا فعلا این مقدارش رو ببینیم. در اون دنیا چطوری لقاء خدا حاصل میشه؟ چند تا احتمال میشه داد. یه احتمال اول که بسیاری هم گفتن این است که وقتی خداوند متعال میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو داری تلاش میکنی تو این دنیا تا به خدا برسی، گفتن ملاقات خدا یعنی مرگ، تعبیر مجازیه، یعنی تو این دنیا تلاش میکنی تا بمیری. حالا یه سوال پیش میاد، خب خدا نمیتونست بگه مثلا انک کادح الی ربک کدحا فملاقی الموت، حالا نمونه های مشابهش رو میگم، ولی خب گفتن یه احتمال اینه. یه احتمال دیگه گفتن لقاء خدا کنایه از لقاء قیامته، یکی از اسامی قیامت یوم الطلاق، لینذر یوم الطلاق، طلاق با ت، همون طلاقی و ملاقات هست، دو طرف هم هست، باب تفاعله. یعنی چون شما روز قیامت ملاقات میکنی، حالا با چی ملاقات میکنی هم بعد دوره گفته شده. گفتن ببینید خداوند توی قرآن مثلا میفرماد یکی از چیزایی که روز قیامت با بعد از مردن همه ما باش ملاقات میکنیم کتاب عملمونه، حساب کتابمونه. انی ظننت انی ملاق حسابیه، به اهل یمین گفته میشه که چطور شد که شما بهشتی شدید و کتاب اعمالتون هم دست راستتون دادن. اینها میفهمند که انی ظننت انی ملاق حسابیه، ما باور داشتیم، ظن در اینجا فرمودن به معنای یقینه، ما باور داشتیم که حساب کتاب هست، گوترینیز کارا، ولو اینکه مردم نبینن خدا میبینه، مامورین خداوندم دوربینای الهی هم دارن، مثقال ذره خیرن یره یا شرن یره دارن حساب کتابشو جمع میکنن و بعدم چون حسابرسی هست حواسمون رو جمع کردیم. خب میگن پس یک معنای سو عرضم شاهد مثالم توجه داشته باشید، زنن تو انی ملاقن، ملاقن یعنی ملاقات میکنم، حسابیه یعنی حساب کتابمو میذارن جلو. پس یک گفتن ملاقات خدا کنایه از ملاقات حساب کتابه، چون حساب کتاب دست خداست، مجازن گفتن که ملاقات خدا. اینم یه معنا دیگه. چی گفتن؟ آقا ملاقات خداوند یه مقدار بالاتر میره. گفتن ملاقات خداوند یعنی ملاقات نعمتهای خداوند. وجوه یوم اذن نابره، چ
چهره هایی که از گل شکفته میشه و خوشحال میشه، الی ربها ناظرا، یعنی که داره به نعمت های خدا نگاه میکنه. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی، یک استفهام انکاری، خدا میفرماد دیدی کسی که ما بهش وعده درستی دادیم، وعده های خداوند کذب نیست که. فهو لاقی، وعده با وعید فرقش اینه که وعده معمولا در مورد نعمت ها و بهشت، مسئله بهشت به کار میره، وعید در مورد عذاب معمولا به کار میره. حالا یه وقتا برای هر دوتاش هم به کار میره، احتمالا حداقل اینجا در مورد نعمت ها که هست که خدا میفرماد افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقی. اگند کلمه یه میگم اگند دوباره کلمه ناخداغا کلمات انگلیسی میاد تو دهنم، ببخشید. یه صلواتی خط بکنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این قسمت شو بعد ادیت کنید. خداوند میفرماید که اونایی که بهشون وعده های درستی دادیم، اون وعده های ما رو ملاقات میکنن. پس گفتن آقا لقاء الله یعنی ملاقات وعده های الهی، اینم بد نیست، چون حورالعین و نهرهای جاری و نعمتهای بهشتی هم جلوه هایی از خداوند هستن، جلوه هایی از اوصاف خداوند هستن. اما مسئله شاید از این هم بالاتر باشه، منتها بالاتر از اینش نیاز به این داره که یک شب دیگه هم ما انشالله خدمت شما فرصت داشته باشیم، بتونیم یه مقدار بیشتر ناخون بزنیم. حالا فعلا تا همین اندازه شو بپذیریم از بزرگانی که فرمودن. جمع همه اینها رو امیر المؤمنین امام صادق علیه السلام فرمودن لقاء خدا یعنی وقوف العبد، بنده خدا در محضر خداوند قرار بگیره، به شرطی که لا حجاب بینه و بین ربه، بین خودش و خدای خودش هیچ حجابی نباشه. هیچ حجاب که نمیشه نباشه، حداقل حجاب میم ممکن که هست. گفت ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندر این یک میم غرق است. احمد و احد یه دونه میم احمد اضافه داره، این میم هم میگه جهانی اندر این یک میم غرق است. شبستری این میم یعنی گفتن میم امکان ممکن بودن، که هیچ وقت سیه رویز ممکن نمیدونم در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این سیه رویی و فقر و فقیر بودن ممکن که همیشگیه، چه تو این دنیا چه تو اون دنیا. حالا اومد از امام رضا علیه السلام سوال کرد، عرض آخرمه، سوال کرد گفت که این به عنوان ذکر مصیبت بحث لقالا بگم وارد ذکر مصیبت کربلا بشیم. عرض کرد آقا چرا خداوند توی سوره متففین میفرماید که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؟ نه اینجوری نیست، قطعا بدونید که تعدادی هستن که روز قیامت اینا محجوبن. محجوبن یعنی که لقاء الله برای اینا نیست، توفیق لقاء الله رو ندارن. امام رضا علیه السلام فرمودن به خاطر آیه قبلیش. آیه قبلیش چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کلا انهم کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. چشام ببندم خوابم رفته، برای همین چشام نمی‌بندم. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، قطعا این گونه نیست، بلکه ران علی قلوبهم. رین اینجا ماشیناتون مدتی بیرون بذارید، من فقط میذارم تو هوای بارون و برفی اینا، کم کم اگه یه زده ای هم داشته باشه ماشینتون زنگ میزنه، تو انگلیسی میگن راستد، زنگ زدن ها. رین یعنی زنگ، همون زنگ مثل زنگ زدنه، که دیگه بعد کندن و درست کردنش هم مشکل و تراشیدن داره و نمیدونم یه وقتای صافکاری باید ببرید. خداوند فقط اینا دلیل این که اون دنیا محجوب شدن، خدا رو نمیتونن ببینن، به لقاء الله نمیرسن، به خاطر این که تو این دنیا هی گناه رو گناه، گناه رو گناه. یعنی وقتی یه دفعه بنده گناه کرد و تا زمانی که خدای نکرده گناه کردیم، اما بعدش میبینید بدتون میاد از خودتون، یه چند ساعت که گذشت اون آتش غضب و شهوت و ناخوابید احساس بدی کردید، اگه صبح خدای نکرده بلند شدید نمازتون قضا شده بود احساس بدی داشتید، خوشحال باشید، هنوز اون نور ایمان در شما هست، تدارکش کنید، نذارید خاموش بشه. اگر گناه، هر گناهی، حالا من جو نشستم مثال گناه بزنم، هر کسی به خودش رو بهتر میشناسه، اگر گناهی کردید ولذا خدای کریم میفرماید تا 7 ساعت به فرشته ها میگم نیارید مطالب بالا، ننویسید،
نگه دارید. ببینم این تا 6-7 ساعت به لحد کافیه دیگه، این آتش غضب شهوتش فروکش میکنه، آیا بر میگرده توبه میکنه؟ اون نور از دست دادش رو بهش پس میدم، توبشم میپذیرم. شطور دیدی؟ ندیدی. رین و اون زنگ و اون جرم نمیشینه روی قلبش. اما اگر هی گناه رو گناه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، به شرطی که خدای نکرده دیگه ملکش بشه، العیاذ بالله، دیگه بشه زانی، یعنی متلبس به این صفت شده دیگه، مهم براش نیست. العیاذ بالله، من دیدم یه وقت کسایی شبیه که یه گناهان کبیره انجام میدن، خیلی راحت هم توجیهش میکنن. این افراد اون دنیا محجوبن، اون نعمت لقاء الله را هنوز حقیقتش هم نفهمیدیم، یک کمیشو صحبت کردیم، از اون محروم هستن. چون از اون محروم هستن، لقاء جهنم روزشون میشه، لقاء فراق خدا، که دیشب عرض کردم امیرالمومنین میفهمند خدای من بر فرض هم عذاب تو رو تحمل بکنم، کیفه اصبر و علا فراقت. اون فراق اینه، فراق خدا من یعنی کسی که لقاء خدا روزش نشده باشه. یعنی میگن آقا چرا این نمیشه خداوند، یه مثلا خدایی که اینقدر رحمان و رحیم است؟ بعضی از این غیر مسلمان ها این سوال میکنن، حالا از شما این سوال کردن، اینم بدونید حالا این پاسخ بنده است. میگن که آقا چرا خداوند نمیبخشه؟ من خداوند باید حتما، چرا خدای عصبانی خدای شما مسلمان ها چرا باید انتقام بگیره؟ خب ببخششون برن دیگه، شما مگه نمیگید ببخشید؟ اولا که انقدر خدا داره میبخشه که اصلا ابلیس هم به طمع میفته. اماش اینجاست که بنده خدایی من باش صحبت میکردم، خیلی علاقمند به اسلام شده بود، به من گفت دیگه منصور بیشتر از این صحبت نکن، من میترسم مسلمون بشم. منه که میبینی 30 سال دور از شأن شما، این رد واین و شراب سرخ روی میز شامم ترک نشده، اگه مسلمان بشم میذارید مشروبم هم بخورم؟ گفتن پیغمبر ما فهمدن اون دینی که در شراب هست دین نیست، دین نماز. گفت پس کار به ما نداشته باش. کسی که العیاذ بالله شراب خوری، حالا یه مثال گناه کبیر است، کسی که گناه کبیر طبیعتش شده، خصلتش شده، بر فرض محالم خدا بهش بفهماد که آقا جون شما رو بخشیدم برو تو بهش، نمیره تو بهش اون دنیا. به همین دلیلی که تو این دنیا مسجد نمیاد، سنخیت نداره. چون سنخیت با بهش نداره، بحث این نیست که خدا انتقام بگیره یا خدا انتقام نگیره، بحث اینه که سنخیت نیست. چون سنخیت نداره، همون دنبال شرابش میره اون دنیا. مشکلش اینه که الخمر و جمر و نار، ظاهرش تو این دنیا مشروبه، حقیقتش جمره، آتشه. میگن آقا همین سفره‌ایه که خودت پهن کرده بشین بخور، به قول آیت الله حسن‌زاده میفهمدن همه اون دنیا، همه این دنیا آشپزیم، میپذیم اون دنیا آشمونو میذارن جلو، میگن همین که پختی بخور، خوبه نوش جانت، بده مشکل خودته. صلوات خدا بفرمایید. الله خب امشب چه خبره کربلا؟ امشب چه خبره کربلا؟ ما تو سیدنی معمولا شب شام عاشورا چراغ روشن نمیکردیم، به چند تا شمع میذاشتن سمبولیک به یاد تاریکی خیمه ها و آتش خیمه ها. و عرض کنم ما الان اینجا راحت نشستیم، حد اکثر کمی خستمونه، اما ببینم اهل بیت پیغمبر در چه حالی هستن. بیاد بریم کربلا امشب. حقیقتش اینه که روزه و مصیبت از امشب تازه شروع شده، تمام نشده، با مصیبت تازه از امشب شروع شده. از شب اول تا دیشب و امروز ظهر هم از آتش گفتیم، از امشب باید از آتش گفت، چون امشبه که خیمه ها رو آتش میزنن. حالا چند تا از وقایع بعد از ظهر عاشورا به این طرف رو که صحبتشو نکردیم بگم خدمت شما، و از همه التماس دعا دارم. بعد از اینکه وجود نازنین امام حسین علیه السلام رو شهید کردن، به اون وضعی که شنیدید امروز، مرحله بعدی این بود که شروع کردن به مثلا غنیمت جمع کردن. و تسابق القوم على صلب و نهب بیوت آل رسول. روایت کرد مرحوم سید ابن طاووس، میگه اومدن لباس های امام حسین، با این کل پیراهن کهنه پوشیده بودن که
بدنشون عریان نکنن. اما این نانجیب ها حتی لباس کهنه پیراهن کهنه امام حسین رو هم برداشتن، زره امام حسین رو برداشتن، چون هر کدوم از این نانجیب ها بعدن افتخار میکردند و اعلام میکردند تو تاریخ ثبت شده هر کسی چی برداشته. حتی نوشتن برای برداشتن انگشتر امام حسین انگشت امام رو بریده. بعد هم اومدن سراغ خیمه ها. عمر سعد ملعون یه دستوری قبلش داد، مرحوم مجلسی میفهمان حدیث کافی میگه نشد، اما مشهور اینه که شد، دیگران گفتن اتفاق افتاد، من نمیدونم. عمر سعد ملعون میگه من ینتدب للحسین، چند تا داوطلب میخوام، چند تا از سوار داوطلب میخوام بیان روی بدن حسین بتازه. این نانجیب ها بعدن افتخار میکردن، میگفتن نحن رضبنا الصد بعد الظهری به کل یعبوب شدید الاسری، ما بودیم که با این اسب های تازی و عربی روی بدن ابا حمدالله حسین اسب داختیم، هم از رو و هم از پشت. سید ابن طاووس میگه بعدن راوی میگه من رفتم دیدم این 10 نفری که این جنایت رو مرتکب شدن هر 10 نفر حرامزاده بودن. بعد عمر سعد دستور میده خیمه ها رو آتیش بذاری. خیمه ها میسوزد و شمع شب تارم شده، اندر این بیماریم آتش پرستارم شده. زبان حال امام زین العابدینه. آخه ما که دیگه اینقدر داغ دیدی، دیگه اینقدر آتش به دل ما زدی، دیگه خیمه هامونو چرا آتش میزنی؟ بعد هم ریختن غارت کردن. خانم زینب چاره ای ندارد، سادات تسلیت میگم، عذرخواهی میکنم، چه گذشت امشب بر عمه سادات خانم زینب؟ یه دختری میاد میگه عمه گوشواره منو دزدیدن، ببینید از گوشم خون بیاد. یه دختری غش کرده میگه چادر منو از سرم کشیدن. یه دختری میاد میگه عمه جون منو با تازیانه زدن. خدایا چه کنن زینب امشب؟ لذا دیگه به این بچه ها گفت بزنید به بیابون عزیزان من، عمتون هم مثل شما کتک خورد.